دوستان عزیز، برنامه پرسش و پاسخ خوش آمدید. 100 سوالی که مکررن در مورد ایام آخر پرسیده میشه کدوم هستن. امروز سوال 11 و 12 رو با هم بررسی میکنیم و عنوانش این است که چگونه میتونیم بگیم که آیا یه متنی که در کتاب مکاشفه درج شده به صورت نمادین هست یا اینکه واقعا تحقق پیدا میکنه، تلقی پیدا میکنه. اگر بخوام به این سوال جواب بدیم، باید در نظر داشته باشیم که قاعده کلی که در کتاب مکاشفه وجود داره بدیم معناستش که در واقع قضاوت صحیح و خواندنی که فرشته برای ما باز کرده در اونجا هست رو باید اونطوری که نوشته شده به صورت یوحنا با همدیگه نگاه بکنیم و درک بکنیم. ما هنگامی که به وضوع به وسیله متن بیان شده که در واقع در کتاب مکاشفه وجود داره، یک متن نمادین رو تفسیر میکنیم که بسیار اهمیت داره تفسیر اون و درک اون. البته تا به امروز بسیاری هستن که به روش مختلف به آیات نوشته شده در کتاب مکاشفه نگاه کردن و نظر دادن، ولی به صورت نمادین ما میدونیم که به صورت سمبولیکی در کتاب مکاشفه نکات مهمی وجود داره که اگر ما اینا رو درک بکنیم و بدونیم که کلام خدا چی میگه، مفاهیم خیلی زیبایی رو برای ما عنوان میکنه. به طور مثال کتاب مکاشفه باب 1 آیه 20 اگه نگاه کنید، کلام خدا میگه فرشته به یوحنا میگوید 7 چراغدان وجود داره که اگر کلیسا توبه نکنه چراغدانش رو برمی‌داره. به عبارت اون 7 چراغدان به صورت نمادین 7 کلیسا هستن و اگر خود جلوتر بریم 7 رهبر کلیسا، کشی کلیسا هستن که راجب سخن میکنه. ولی سوالی که در پی این به وجود میاد هستش که آیا تفاسیر دیگه کتاب مکاشفه، اون بخشی که به صورت پرانتزی وجود داره که امروز در زبان فارسی هم ما میبینیم که ترجمه شده برای ما، ماجرا به ترتیب زمانی واقع شده بهش اشاره دارن، یا اینکه مثل کتاب فرض کن کتاب ایوب شاید زمانها و مکانها اونطوری که به ترتیب وجود هستن نیستش. بسیاری از ما میدونیم کتاب ایوب در وسط کتاب مؤسس، ولی تاریخی که ایوب زندگی میکرده و زمان که اتفاق پیدا میکنه در زندگی ایوب شاید حتی برگرده به زمان پیدایش اولین کتاب کتاب مقدس. بله، ما باید بدونیم که این تفاسیر همه مهم هستن، حتی اونایی که در پرانتز هستن، چیزهایی که در طول تاریخ کتاب مکاشفه بسیار از مقدسین، بسیار از مفسرین اون رو درک کردن و شیوهی که وجود داشته رو برای زندگی خودشون اپلای کردن. پس همه اونها، یعنی تمام مفاهیمی که نمادین هستن، تحقق پیدا خواهند کرد یا تحقق پیدا کردن و بسیار از اونها هستن که هنوز ما منتظر هستیم تا تحقق پیدا بکنن.